هزاران کودک افغانستانی نمیتونند به مدرسه برند. جوانان وقتی از چندین منزل به زمین میافتند دیگر هرگز نمیتونند نفس بکشند. و صدها هزار مهاجر افغانستانی به دلیل کار شاقه معتاد میشن. این همه فقط گوشه از رنج زندگی مهاجران افغانستانی در ایران است. با هم صدای دادخواهی همین مهاجران افغانستانی در ایران است. سلام عزیزانم، به برنامه با همین هفته بسیار خوش آمدید. امیدوارم از مجموعه برنامه‌ای که براتون تهیه کردیم و به اطلاعتون میرسونیم راضی باشید و ممنون از تشویق‌های شما و تماس‌های شما. در این حال میخوام تکرار کنم که برنامه با هم برنامه است برای دفاع از حق شهروندی میلیون‌ها انسان مهاجر و پادرگریز در جمهوری اسلامی ایران که اونها رو غیر مجاز، غیر قانونی و غیره می نامند و جمهوری اسلامی بخشی از ناکارآمدی و بیحقوقی شهروندان ایرانی رو به پای مردم افغانستانی که در ایران هستند می نویسه. اجازه بدید قبل از اینکه وارد برنامه امروز بشیم، رضا اطلاع داره که به زودی کانال جدید از ماهواره هاتبرد کوچ میکنه. میخوایم بیشتر بشنویم. آره ما به زودی از هاتبرد میریم و میریم روی یاسات، منتها تا اول ماه ژانویه، یعنی حدوداً یه چند هفته دیگه ما کمچنان روی هاتبرد هستیم و از شما عزیزانم خواهشم اینه که به اطلاع دیگر دوستانتونم برسونید که کانال جدید به زودی به یاسات کوچ خواهد کرد. یه اطلاعی کوچیک در این رابطه هم داریم، با هم میبینیم این رو. در هر صورت فراموش نکنین که آدرس ما همون آدرس های قبلی است. در تلگرام ما را از طریق آدرس تلگرامی که در پایین صفحه میبینین @tv با هم دنبال کنین. همچنان پادکست برنامه ما در فیسبوک، در فیسبوک کانال جدید دسترس پذیر است و با دوستان خود حتما شریک بسازید. ما منتظر پیام های شما هستیم. و در برنامه این هفته با هم فهیم آزاد از فعالان سوسیالیستی کارگران افغانستانی را با خود داریم و فهیم آزاد شما را به برنامه با هم خوش آمدید میگیم. تماس ما در برابر ایشون. سلام به شما و شما آقای رضوانی، سلامت عزیز و همکارانتون و همچنین بینندگان عزیز تلویزیون. به برنامه با هم خیلی خوش آمدید. آزاد، میخوایم که کمی با وضعیت داخلی افغانستان اشاره داشته باشیم. شما شاهد هستین که و بهانه های مختلف مردم افغانستان با هم دیگر جنگ داده میشن. اینی که به شکاف های مذهبی در اونجا برجسته ساخته میشه و بعد از طرف دیگر به طور مشخص ایران از گروه های مذهبی از یک طرف حمایت میکنه، از یک طرف دیگر به طور آشکار از طالبان حمایت میکنه و سالها از حزب اسلامی به این ترتیب حمایت کرد. و ما به این راستا میخواستم بپرسم که نقش ایران در برجسته ساختن همین شکاف های مذهبی چیست و در نهایت چه پیامد های را برای مردم افغانستان در پی خواهد داشت؟ تشکر از شما. نظر وقتی برمیگرده به شرایط افغانستان و اون جنگ هایی که شما ازش بزرگیم پدیده متاسف جدیدی نیست. این از شکلگیری جنگ در افغانستان در سه دهه قبل این مسئله به نوع دامن زده شده در جوانب مختلف. اولا اینکه احزاب و نهادهایی که در افغانستان در دوران جنگ علیه شوروی شکل گرفتن و بر مبنای مذهب و ناسیونالیسم تباری شکل داده شد و امروز هم وقتی شما به وضعیت کنونی افغانستان نگاه میکنین این قائله با تاسف کماکان ادامه داره. نه تنها که
کشور پاکستان یا عربستان سعودی که شما ازش اسم بردین، خود کشورهای غربی و همسایگان افغانستان از جمله جمهوری اسلامی نقش بالفعل و بالقوه در دامن زدن تنش‌های قومی، تبعاری و تنش‌های مذهبی در گذشته داشته و امروز همچنان داره. پدیده داعش و برخوردی که در افغانستان صورت میگیره بین اقلیت مذهبی شیعه وقتی مورد تهاجم قرار میگیره، که از جمله به لحاظ تبعاری هم اکثریت شیعه ها را هزاره ها تشکیل میدن، این بیان گویای از رقابت جمهوری اسلامی ایران با عربستان سعودی به نوع تقابل تشیع با وهابیت یا سلفیزم است، که این اگر ازش جلوگیری نشه و برامی منوال ادامه پیدا بکنه، چون نهادهایی که خود در رأس قدرت شریکن بخش از این قائله هستن، اونایی که امروز دولت وحدت ملی را از رأس تا پایینش شکل دادن، احزاب و جریانات مذهبی، قومی و اسلامی، این اسلام سیاسی را نمایندگی میکنن. بنابراین آنچه که امروز ما در افغانستان شاهدش هستیم، خود وضعیت داخلی افغانستان و نقشی که کشورهای همسایه از جمله جمهوری اسلامی در این مورد داره خیلی روشن و واضح است. جمهوری اسلامی نه تنها که اون چیزی که در افغانستان به اسم اهل تشیع مطرح میشه را زیر پر و بالش رو گرفته، از حمایت میکنه احزاب ارتجایی قومی و مذهبی را، در عین حال در تقابل با کشورهای دیگه و ای که بخواه نقش منطقه‌ای خودش به نوع ادا بکنه، مشاهد همکاری های جمهوری اسلامی با طالبان تو دوران اخیرم بودیم، اینه که جمهوری اسلامی نقش خیلی مهمه در تحولات جاری در جامعه افغانستان داره، همچنان که در گذشته داشت. فهیم، به نکته با اهمیتی اشاره کردید، یعنی دخالت مستقیم و سازمانیافته جمهوری اسلامی در تحولات سیاسی افغانستان. اما همین مردمی که به نام شیعه و هزاره جمهوری اسلامی مورد دستبرد قرار میده در افغانستان، همین سیاست در با همین مردم در ایران دگرگون میشه و وقتی همین مهاجرین و پناهندگان در ایران هستند، تحت فشار غیر قابل تصوری قرار می گیرند، غیر قانونی خونده میشن، غیر مجاز خونده میشن، به عناوین مختلف تحت فشار و تبعیض قرار می گیرند، در 36 شهر امکان اسکان ندارند، امکان ادامه تحصیل بعضن ندارند، رشته هایی برای همین افراد در دانشگاه ها محدود میشه و اجازه داده نمیشه، اجازه کار، استخدام و غیره داده نمیشه. دلیل این دوگانگی چیه؟ مرسی. به نظر من همونجوری که شما در مصاحبه با کسانی که تجربه از نزدیک زندگی در جمهوری اسلامی داشته و اون آپارتاید را که شما شمعش تعریف کردین و با گوشت پوستشان لمس کردن و درک کردن، اینو به نوع در برنامه های گذشته بهش اشارات صورت گرفته، ولی آنچه که من قبلا اشاره کردم، جمهوری اسلامی از بعد و ایجادش در بعد از قیام بهمن سال 57 و سرکوب جنبش چپ و کارگری در ایران، بالاخره رجوع کرده به جریانات در منطقه، از جمله یاران ایدئولوژیکش، اونایی که در افغانستان هستن. از در اون دوران جمهوری اسلامی ایران این جریانات ارتجایی با تمام امکانات مالی، تسلیحاتی و سیاسی ازشان حمایت کردن. در وضعیت هم که در جامعه افغانستان در دهه 90 در دوران الغار جریانات قومی و مذهبی که
کوچه و پس کوچه های شهرهای افغانستان از جمله کابل تبدیل شده بود به دارالخلافه های متعدد احزاب و جریانات قومی و مذهبی. جمهوری اسلامی از این جریانات حمایت کرده در اون دوران، ولی سیاست دوگانه ای که داشته پدیده جدیدی نیست. اینو تو در گذشته در آوان مهاجرت افغان ها این سیاست دوگانه را جمهوری اسلامی اتخاذ کردن. شما اگر به لحاظ تاریخی هم رجوع بکنین در گذشته از 30 سال حاکمیت جمهوری اسلامی، جریانات سیاسی چپ افغانی که در ایران به نوع ناگزیر بودن کار و فعالیت و زندگی بکنن، اینا توسط جمهوری اسلامی فعالانش زندانی و سرکوب شدن، حتی اعدام شدن به عنوان قاچاقچی و اینا. ولی در این حال زیر پر و بال اون ارتجای قومی و اسلامی را اینا گرفتن، ازشان حمایت کردن و سربازگیری کردن. ما شاهد بودیم که جمهوری اسلامی حتی از شهروندان که افغان الاصل بودن در جنگ ایران، ارتجای ایران و عراق، از اینا استفاده کردن. حتی در موارد در سرکوب جنبش اعتراضی در ایران از این نیروها به نوع استفاده شد، از اون اعتقادات مذهبی مردم استفاده صورت گرفت، در عین حال که جریانات که یار و همسنگر جمهوری اسلامی بودن به لحاظ ایدئولوژیک و عقیدتی، اینا خودشان یک پای اون جریانی را تشکیل میدادن که به نام تعلق مذهبی آدم ها را بسیج کردن، به بهانه اینکه شما میرین تو افغانستان میجنگین علیه نیروهای اشغالگر شوروی در اون دوران، و اینا را به جنگ ایران و عراق فرستادن و اونجا کشتار شدن. و برخورد دیگه که در قبال اکثریت مردم متعلق به همون اقشار طبقاتی که از افغانستان فرار کرده بودن به دلیل جنگ، استبداد و وحشت و بربریتی که در افغانستان جاری بود، این نیروها در افغانستان، در جمهوری اسلامی ایران، نه تنها که به عنوان یک انسان بهشان برخورد صورت نگرفته، موارد زیاده بوده که اون آپارتاید داره که ما در آفریقای جنوبی شاهدش بودیم، به نوعی در جمهوری اسلامی ایران عمل کرده. اینه که این سیاست دوگانه برمیگرده به اینه که جمهوری اسلامی از یک طرف مدعی است که حرکت اسلامی یا اسلام سیاسی، بالاخره یا امت اسلامی مرز و ملیت و قوم نمیشناسه، ولی تو موارد ما خیلی به صورت برجسته و عینی شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی از ابزار این تعلق نژادی، تباری و قومی برای یک سرکوب بکنه یا مطعی بسازه اقشار زحمتکش را یا اون طبقه کارگری که زاده افغانستان بدن ولی در ایران نه 3 نسل پشت سر هم زندگی کردن، کار کردن. اون جامعه را اگر شما نگاه میکنین، ساختمان بلند رفته به نیروی کار ارزان و مهنت و فقری که به این طبقه کارگر که افغان الاصل است ولی در ایران نیروی کارش میفروخته آباد شده، ولی خودش حتی حق نداره تو پارکی که به دست اون ساخته شده بتونه بره با زن و بچهش گردش بکنه. جناب فهیم دمیر، سرمی مسئله دوگانه عمل کردن ایران اگر تمرکز داشته باشیم، ببینید اونچنان که شما اشاره کردین، هزارها به نحوی فکر میکنم که قربانی واقع شدن در دوران دهه 70. در جنگ ها هم اگر فکر کنیم بر بگردیم، ایران کاری که میکرد عکس خمینی میفرستاد و به دیگه گروه های به هزارها و به دیگه گروه ها سلاح میفرستاد، و در حال حاضر هم امیر خمینی به هزارها اگر فقط کتاب های میفرسته به نام طب از نظر امام خمینی، این چنین کار رو میکنه و بعد اینا رو بسیج میکنه که در یک رقابت استراتژیک با عربستان داره قربانی واقع شود.
ولی اگر به اوضاع داخلی برگردیم، مثلا به ایران برگردیم، کسانی که در اونجا زندگی کردن حتی میگه که وقتی از مهاجر افغانستانی یاد میشه کلی فکر میکنن که مهاجر افغان یعنی همین هزاره، به خاطر اینکه که چهرهش کمی متفاوت است، تبعیض اصلی که صورت میگره با امینا است، اگر توهین میشه مهاجرت شده است. دقیقاً به دلیل مشترکات مذهبی و زبانی یا رقمی که است اینا در اونجا میان و بعد بیشتر از همه امینا توهین و تحقیر میشن، اگر در جنگ هم استفاده میشه از امینا استفاده میشه، ولی کمک های استراتژیک اصلی با طالب صورت میگیره. سالها حزب اسلامی رو دولت ایران زیر پروبال خود داشت و من میخواستم بپرسم که شما فکر نمیکنین که هزارها بیشتر در اینجا قربانی واقع میشن و کمک از طریق دیگرها دریافت میکنن دیگر گروه ها؟ خب من به این مسئله از زاویه اینه که اکثریت مهاجرین افغانی که در ایران کار و زندگی میکنن هزارها تشکیل میدن یک واقعیت عینی هستش. البته هستن ملیت های دیگه که در ایران به همون صورت مورد اشغال قرار گرفتن، ولی بار حقارت و ستم بیشتر به این بر هزاره ها تحمیل شده که اولا جمهوری اسلامی با وجودی که همونطوری که من بیشتر اشاره کردم که از اسلام و عدالت اسلامی و که اسلام مرز نمیداره، اینا برادران تنی هم دیگر هستن صحبت میکنه، ولی میبینیم که ناسیونالیسم یا شونیسم نژادی و ملی در ایران توسط جمهوری اسلامی و نهادهای که عمل میکنن زیر سایه جمهوری اسلامی تشدید شده. به همین اساس هم است که پناهنده های افغانی ها جمله اون مردمی که متعلق به ملیت هزاره هستند بیشتر مورد اجحاف و ستم قرار میگیرند، تحقیر میشن به دلیل قیافهشان، به دلیل وضعی که دارن یا به دلیل که از یک جهنم فرار کردن و دستشان به جای بند نیست، اونجایی که آسان و ارزان میتونن مورد استثمار قرار بگیرن هیچ کسی در این زمینه اعتراض نمیکنه که نه انسان هستن چرا باید این همه اجحاف بهشان صورت بگیره، ولی اونجایی که منافع و مصلحت های دیگه عمل میکنه، جمهوری اسلامی یک نظام سرمایه‌داری است، بنابراین اون چیزی را که سرمایه ازش میطلبه، اون چیزی که سرمایه باید به سودش دست پیدا بکنه اونو خدمت گزارش است و اون زمینه را برش مساعد می سازه. جمهوری اسلامی خدمتی که به سرمایه‌داری انجام داده مخصوصا در جامعه ایرانی است که از یک نیروی کار میلیونی ارزان بدون توقع، بدون اینه که انسجام داشته باشه، متشکل باشه، بتونه از حقوق خودش دفاع بکنه استفاده لازم بوده. من بیشتر اشاره کردم که بالاخره اونا در ایجاد آبادی این جامعه سهم داشتن، ولی خودشان محروم هستن از تازی که بتونن برن تو پارک لحظه تفریح بکنن. فهیم آزاد، به یک نکته ای که شما اشاره کردید من میخوام یکم مکس بیشتری روش داشته باشیم که توسط میلیون ها کارگر مهاجر افغان در ایران کوهی از ثروت ایجاد شده و برای خود این کارگران دره از فقر، محرومیت، تبعیض و نابرابری آشکار. خب این سه ده هست همینطور که خود شما به درستی اشاره کردید، این سیاست ادامه داره، اما به این هرمان چطوری میشه پایان داد و راه های متحد شدن مهاجرین، یکی شدن و دفاع از حق شهروندی در ایران چگونه است؟ این وضعیت میتونه چند دهه دیگه هم ادامه پیدا کنه، همینقدر که وضع جمهوری اسلامی بدتر میشه وضع مهاجرین و پناهندگان افغان هم در ایران بدتر از بدتر میشه و دستمزدهای کمتر، محدودیت‌های بیشتر و آنچه که الان ما باش روبرو هستیم، این وضعیت رو باید خاتمه داد و من میخوام روی این مسئله مکس کنیم و نظر شما رو بپرسم. بفرمایید. همونجوری که شما گفتین این وضعیت سالهای سال میتونه تداوم داشته باشه. البته این
دو سویه است، یعنی تنها مهاجر افغانی یا طبقه کارگره که افغان الاصل است، یعنی زاده افغانستان است. البته بخش از اینا زاده افغانستان هستن، بخش وسیع اینا دو نسل در ایران کار زندگی کردن، همونجا به دنیا آمدن، همونجا فهمیدن کی هستن. این تداوم پیدا میکنه در صورتی که طبقه کارگر ایران و جنبش‌های اجتماعی و فعالان سوسیالیست طبقه کارگر در ایران نتانه این طبقه که در یک محرومیت قرار میگیره، قرار داشته سالهای متمادی استثمار میشه شدیدن، بتانه در کنار خود داشته باشه. هر دوتای چی طبقه کارگر به عنوان یک کلیت در جامعه ایران ناگزیر است که دست هم دیگر را بگیره، برای که بتانه حتی در حد مطالبات صنفی اگر بخواهد به حقوق دست پیدا بکنه. شما خودتان شاهد هستین که کارگر ایرانی ماهاست که حقوق نمیگیره یا سالهاست که محرومیت میکشه، فعالینش زندان میرن، شکنجه میشن، اعدام میشن و جمهوری اسلامی یا نظام سرمایه‌داری اسلامی در ایران از وجود کار ارزان کارگر افغانی استفاده میکنه، اون مهنت و فقر و تحقیر هم برش تحمیل میکنه و جدا از این مضاعف بر استثمار وحشیانه و شدیدی که صورت میگیره. بنابراین هر دو، هم طبقه کارگر متولد افغانستان که از نظر من اینجا جغرافیا زیاد مهم نیست که اون کارگر اهل کجا است، اونجایی که کار زندگی میکنه به عنوان و شهروند اون جامعه محسوب شده، کارگر افغانی نفش داریست که متحد بشه با کارگر ایرانی و در کنار هم میتونن اینا خواسته و مطالباتشان رو به رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی تحمیل بکنن و متحدانه میتونن در کنار هم از وضعیتی که موجود است بالاخره رهایی پیدا بکنن. این از هر جهتی که این مسئله رو شما بشکافین، این واقعیت رونما میشه که طبقه کارگر سوای تعلق اتنیکی تباری و جغرافیایی که مطرح هست، اینا بدون همگرایی، بدون اتحاد و همدلی نمیتونن حتی از پس مطالبات دموکراتیک و صنفی که دارن بر بیان، چی رسه ای که از شر جمهوری اسلامی به عنوان دولت استبدادی و خونتایی که سالها کشته، زندانی کرده، شکنجه کرده و فقر فروخته رهایی پیدا بکنه. بنابراین هر دو نیروی طبقه کارگر را اگر این تقسیم مزیاد بهش قائل نیستم و اگر این تقسیم هم مد نظر بگیرن، منفیتشان در اتحاد و در عمل مشترک است تا در تقابل و چیزی که آگاهانه قصدن جمهوری اسلامی و نهادهای در اون جامعه اینو دامن میزنن. شعار اول مهمه پارسال همه شاهد هستیم که وقتی نهاد کارگری میاد اعلام میکنه که مثلا کارگر افغانی باعث مهنت و فقر و بیکاری میشه، این نشان میده که جمهوری اسلامی و یا نهادهای در خود بورژوازی ایران تا حد موفق بوده که این شگاف رو ایجاد بکنه که کارگر ایرانی فکر بکنه که تمام بدبختی و مصیبتی که برش تحمیل میشه ناشی از این است که کس دیگه آمده کارش رو دزدیده. و بر امو اساس این تقابل میتونه بر افغانی، کارگر افغانی که نیروی کار ارزان میفروشه در این حال تو از نهادهای دولتی تا خود جامعه بهش تحقیرش میکنن، اجحاف صورت میگیره، این چیزو تنشو تناقض بین یک طبقه واحد ایجاد میکنه که نتونه با هم متحد بشه. بنابراین از نظر ما فعالین سوسیالیست طبقه کارگر در ایران، احزاب سیاسی طبقه کارگر در ایران و همچنان نهادها و مجامع فعال کارگری افغانی چی در ایران چی بیرون از ایران، اینا موظف و مکلف هستند به عنوان
وظیفه سوسیالیستی که این زمینه را فراهم بسازن که این درز، این شکاف، انشقاقی که بورژوازی تحمیل میکنه به طبقه کارگر به نام ملیت و قوم و قبیله و اینا، اینو بتانه به نوع مرمت بکنه، بتانه زمینه وحدت و تلاش پیگیر و همه‌جانبه طبقه کارگر به عنوان یک کلیت بتانه تامین بکنه. چه فکر میکنین امی همگرایی و اتحاد چگونه میتونه ایجاد شه؟ اعتراضات در ایران کمتر صورت میگیره، مهاجرین روزگارش روز به روز بدتر میشه، وضعیتش خرابتر میشه، بعد با جنبش هایی که در داخل خود ایران هستند، جنبش زنان و جنبش کارگری که در ایران است و دیگر نهادها کمتر ارتباط دارن، اینا چگونه میتونه اعتراضات را داشته باشه و روابط مردم با مردم نزدیک باشد و فعالیت های اینا نسبتا نهادمند باشد؟ اجازه بده فهم، من میخوام به همین نکته که رضا صحبت کرد رو کمی بیشتر ادامه بدم. جنبش های اعتراضی وسیعی در ایران شبان روز اعتراض علیه جمهوری اسلامی سازمان پیدا میکنه و خودش رو نشون میده. جنبش اعتراضی زنان، جنبش دانشجویی، جنبش کارگری، دفاع از حق کودک، دفاع از حق شهروندی مهاجرین افغانستان به اشکال مختلف خودش رو نشون میده. اینجا نکته اصلی که فکر میکنم رضا هم میخواست به اون اشاره بکنه اینه که خب این همپیوندی، یعنی حضور اعتراضی مهاجرین افغانستان در ایران رو چگونه میشه ایجاد کرد؟ نمونه هایی داریم. سال گذشته مهاجرین افغانستان در قم در مقابل وزارت آموزش پرورش دست به تحصن و اعتراض دادن و بالاترین مقامات جمهوری اسلامی رو به عقب نشینی وادار کردند و کودکان مهاجر افغان به مدرسه بازگشتند و چیزی هم به نام شهریه نپرداختند که حقشون بود. این یک نمونه برجسته از تلاشی است که در شهرستان قم صورت گرفت. امیدوارم نکته شما همین بوده باشه. دقیقاً که اعتراضات چگونه باید شکل بگیرن؟ بفرمایید فهیم استاد. این فرصت آخرم هست. فرصت این مصاحبه رو به تمام اتمام. اعتراضات نمیتونه که منفرد شکل بگیره. این وظیفه دو جانبه است. همونجوری که شما میفهمین در ایران با تأسف کارهای خیلی سنگین، کارهایی که دیگران شاید نخوان انجام بدن از کارهای شاقی که وجود داره، اونجا بیشتر نیروی کار کارگر متولد افغانستان تو بخشای متمرکز است، اونجا مورد استثمار چاف قرار میگیرن که تو بخش ساختمانی است، سنگ تراشی است، کفاشی و کارهای عزید است، چاکنی اونا. اینه که بدون همجوری که سیاوک عزیزم اشاره کرد، شما هم آقای رضوانی اشاره کردین، بدون این رابطه دو جانبه نمیتونه یک همدلی و همراهی ایجاد شوه. بنابراین از نظر من وظیفه جنبش طبقه کارگر تو ایران این است که به عنوان یک بخش از طبقه خودش باید رجوع بکنه به این طبقه. اون طبقه کارگر ایران خوشبختانه مخصوصا در این سالهای اخیر تانسته نهادهایی را شکل بده، به خودش سازمان بده. ما شاهد اعتراضات خیلی گسترده و جانانه از جانب طبقه کارگر ایران بدیم که این با نشون میده که این طبقه کارگر اون طبقه مطیع نیستش که کسی بخواد بهش زور بگه اون همینجوری گوشنشین و دست زیر علاشه نشسته باشه. اعتراضات صورت میگیره علی رغم تمام استبداده که حاکم است اون جامعه، کشتن، زندان، شکنجه. ما شاهد شارخهای زمانی و خیلی کسایی بودیم که جمهوری اسلامی دار تعزیر اینا را اعدام کردن، شکنجه کردن. این طبقه کارگر ایران هم فعالین سوسیالیست طبقه کارگر ایران باید بتانه این زمینه را فراهم بسازم. اونجوری که در آغاز گفتم این وظیفه به عهده آدمای مثل من، جنبشایی که خودشان ادعا میکنن سوسیالیستی هستن، اینا وظیفه‌شان اینه که این رابطه رو به نوع تامین بکنه. طبقه کارگر متولد افغانستانی باید بتانه خودش رو سازمان بده تا از حداقل حقوقی که میتونه برخوردار شوه
او را به دست بره، بدون مشارکت و جنبش های اجتماعی که در ایران وجود داره، بدون شرکت در جنبش زنان، زن افغانی مهاجر نمیتونه به آزادی و رفاه دست پیدا بکنه، بدون شرکت دانشجوی افغانی اگر این زمینه وجود داره این هستش که تعداد خیلی قلیلی باید باشه چون افغان ها از محروم مثلا از تحصیل اینا، اگر وجود داره اینا باید خودشان رو بخش از جنبش دانشجوی ایران حساب بکنن و همینطوری زحمتکشان طبقه کارگر که متولد افغانستان بدن تو ایران کار و فعالیت زندگی میکنن باید متشکل شوند و خودشان رو بخش از طبقه کارگر ایران بدانند. در اون صورت است که میتونه این زمینه ایجاد شود که اینا سهم بگیرن، نقش بگیرن، چون بعضی چیزهای اجتماعی در اون جامعه عمل میکنه، همینه که تو صف نان کسی بهش اجازه نمیده، تو اتوبوس اجازه بهش داده نمیشه که سوار شوه، اینه که این آپارتاید سیستماتیزه شده تو جامعه، نهادهای در حاکمیت اینو به نوع دامن زدن. تو سطوح دیگه هم با تاسف عمل میکنه، اینه که باید فعالین سوسیالیست طبقه کارگر ایران برای این که افکار عمومی رو بسیج بکنه بر اون فقر و مهنتی که روا داشته میشه بر کل طبقه کارگر و اقشار زحمتکش اون جامعه و بلخص به طبقه کارگر افغانستان، اینو بتونه زمینه یا مبنای قرار بده به اینه که زمینه همدلی، همسویی و همفکری رو در درون کارگر متولد افغانستان ایجاد بکنه، کون احساس بکنه که بخش از این طبقه است. سپاسگزارم از شما فهیم آزاد، از فعالین سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان. ممنونم که در این مصاحبه شرکت کردید. وقت گفتگوی ما به پایان رسیده و امیدوارم که شما رو مجدداً در برنامه های خودمون داشته باشیم. ممنون از شما. ممنون از شما فهیم آزاد. خب عزیزانم، صحبت ما رو با فهیم آزاد شنیدید. نکات بسیار زیادی مطرح شد که قطعاً باید با جزئیات راجع به اونها صحبت بکنیم و پیام برنامه با هم اساساً بر این استواره: نه قومیت، نه ملیت، انسانیت. زنده باد انسانیت. و از همین جا باید حرکت کرد و این مبارزه رو شکل داد و سازمان داد. رضا، یک موزیک بشنوید. خیلی زیبا هست که از خوانندگان بسیار دوست داشتنی و جوان افغانستان هست که رپ میخونه و فوق‌العاده با توانایی، سوسن فیروز. و امیدوارم که شما عزیزانم از دیدن و شنیدن این موسیقی لذت ببرید.
شد مامور و مدیر ما مزدور و جوانی شد مزدور و جوانی شد گوش نبودیم گوشتایی خود خورده گوش نبودیم عشقایی خود خورده گوش نبودیم گوشتایی خود خورده گوش نبودیم عشقایی خود خورده گفتیم برو پا میریم شاید بغمی باشد شاید زندگی کنیم شاید دل جمعی باشد دستم های مجیریم ماندم ماندم پسیدیم وطن دخل دیدیم خاکایشم پسیدیم در وطن پچایی بود همه خوشحال است روی چه شدیم ما در اینجا گوشخاب شوی و مادر شوی نامویشان فرد آخرین شدیم در ایران و پاکستان حاصل کار ما چیست نصف ما محتاج شدیم نصف ما هم تروریست اما ما امیدوار هستیم ما در از همی روز هم دستیم ما زن بالای کودک و زن بس دست ریالاش ماندن بس جنگ در افغانستان یک جنگ تحمیلی است، جنگ نیابتی را که پاکستان در اونجا راه انداخته و جنگ مذهبی را که عربستان سعودی و ایران در اونجا دامن میزنه، در حقیقت زندگی افغانا را به قربانی گرفته است. افغانا هیچ وقت یا مهاجران افغانستانی هیچ وقت از روی هوس دار ندارشان را در کشور خود ترک نگفته و به جای دیگه مهاجر نمیشن، اما متاسفانه وقتی به دلیل جنگ، ناامنی و مشکلات اقتصادی باعث میشه که اینا همه دلیل میشه که مردم کشور خود را ترک کنه و کشورهای دیگه معمولا همسایه ها مثل پاکستان و ایران بیاین، مشکلات عمده فراریشان قرار میگیره. مثل که در این رپ هم دیدیم مردم در صف نانوایی توهین میشن، مردم در مسیر راه توسط دزدا و توسط قاچاقبرا مورد سوء استفاده قرار میگیرن، کشته میشن. و بعد هم یک دولتی است که در افغانستان به نام دولت است و بعد او اصلا نمیفهمه که شهروندان خود چطور دفاع کنن. و بعد موضوع مهمتر از همه این بود که ما باید سرش صحبت کنیم، اینه که مهاجران افغانستانی در هر جایی که مهاجر میشن معمولا کمتر در بخش سیاسی فعالن. اینا وقتی میایان فکر میکنن که آخرین و اولین و آخرین ماموریتشان همیست که حیات خود را به نحوی باید ادامه بدن، سخت کار کنن و بعد هم کمتر تلاش صورت میگره که اینا به خصوص ایران مثلا اینا شهروندی رو بگیرن و برای اینکه از حقوق شهروندی اینا برخوردار شون، حقوق اساسی دیگه که هر شهروند ایرانی در اونجا ازش امتیاز از او بهره مند هستن اینا بهره ببرن، کمتر فعالیت صورت میگیره، کمتر سازمان ها و نهادهای دیگه قسمت ها شکل میگیرن و اعتراضات سازمان یافته و اینا شکل میگیره. به همین ترتیب ما امیدوار هستیم که افغانا یک روز این را حق خود بدانند که ما باید حق شهروندی داشته باشیم، خود را بیگانه احساس نکنه در هر جایی که هستن. یک نکته با اهمیت رضا، فرار دست جمعی میلیون ها جوان از افغانستان، یعنی فرار از افغانستان و مراجعه به اداره پاسپورت و غیره اینقدر زیاد هست و در این حال مراجعه به قاچاقبران و راه‌های دیگه برای خارج از شدن از افغانستان یک چیز معمول اون جامعه است. یک ویدیو کلیپ هست که یکی از تلویزیون‌های افغانستان این رو پخش کرده، منم از همونجا پیدا کردم و دیدم. این رو میخوام با هم ببینیم و بتونیم بعدش کمی صحبت بکنیم که کلن میلیون‌ها جوان روزانه مشغول فرار از افغانستانه، نه کار هست، نه تأمین هست، نه امکان تحصیل هست و این جوان ها وقتی به کشور دیگه و به ویژه ایران وارد میشن با
باید بلافاصله خودش رو با هر جوانی که در ایران هست برابر ببینه و اگر از اینجا حرکت نکرد میشه کارگر خاموش ساکت ارزان، برای همیشه حقوق شهروندیش هم از دست میده و همون وضعیت که الان هست ده دهه دیگه هم ادامه پیدا میکنه. اجازه بدید عزیزانم ما این ویدیو کلیپ رو ببینیم، 5-6 دقیقه هست و همینطور که گفتم قبلا از یکی از تلویزیون ها در افغانستان پخش شده و ما از اونجا برداشتیم و برای شما نشون میدیم. فکر کنم ویدیو کلیپ باید آماده باشه. آره باید آماده باشه و پخش خواهد شد. بله. ساعت 1 بامداد است. اینجا ساحه کمپانی شهر کابل. قدیم موترهای نیمروز پر از جوانان که آیندهشان را در بیرون از کشور جستجو میکنند. اینان دل به دریا میزنند و راه قاچاق در پیش میگیرند. چیزی در حدود 1.5 ساعت به حرکت موترها مانده است. عبدالمتین جوان آموزش دیده ای که به علت نبود کار کشور را ترک می کند. همانند عبدالمتین هزاران جوان ناامید از کشور قصد ترک دیار دارند. به کشور کار نیست، غریبی نیست، کلگ بیکار است، چند سال بیکار ماندیم تقریبا. دیگه درس هم خواندیم به درد نخورد. در این راه خود احتمال 50-50 است. ملت که میبینی که نمیجا سی مسکین ها کلش قاچاق میره، وقتی که سنن نیمروز حرکت کردی راه قاچاق است. و در ایستگاه موترها باز میشوند و هجوم بر موترها. حیات الله توک دار این نیمروزه. آهسته آهسته زمان حرکت نزدیک میشود. تنها کارنک ناامنی ها هم در فرار مردم نقش دارند. جنگ کندوز تمیم را که از ولسوالی خان‌آباد است به ترک کشور ناگزیر ساخته است. هرچند او شک دارد که به مقصد برسد. خودم میرم هیچ امیدش ندارم که آیا ایران برسم، ترکیه برسم، اگر در کشور خودم و کار باشه. چرا ما بریم؟ حیفی جوانان نکده که میره خاک میشه. افغانستان با شما بخشیم. خدا حافظ. تنها از کابل روزانه 30 بس به نیمروز و در نهایت به مقصد ایران میروند. هر بس دست کم 50-60 مسافر را انتقال می دهند. با این وجود حد اوسط ماهانه بیش از 30,000 نفر کشور را از رای نیمروز ترک می کنند. سفر به کشورهای خارج از طریق زمین آری از مشکل هم نیست. به ویژه جوانان با پذیرفتن ده ها مشکل حالا در نیمه های شب از مسیرهای نامن عبور می کنند و خود را به ولایت های می رسانند که هم مرز با کشورهای همسایه است، به ویژه ایران. بیشترشان به گونه قاچاق خود را به کشورهای اروپایی میرسانند. مسافران باید از چندین ولایت ناامن بگذرند تا سرانجام به نیمروز و در مرز ایران برسند. آن هم اگر شانس داشتند فرصت ورود به ایران را خواهند یافت. یک سفر پر از چالش. یافته های ما در این گزارش نشان می دهد در 5 ماه پسین نزدیک به 100,000 تن از مرز تورخم و اسلام قلعه نیز به 2 کشور همسایه رفتند. بر بنیاد این آمارها 62,012 تن از رای تورخم به پاکستان پناه بردند و 30,836 تن دیگر هم از رای اسلام قلعه به ایران رفتند. اول برادرای ما که پاسپورت می گیره. اینجا هم ریاست پاسپورت. نخستین پرسش شاید این است که ریاست پاسپورت حتی در نیمه شب چرا این گونه ازدحام است؟ پاسخش نزد اینان در یک جمله فشرده می شود. دبی که میرم. برای کار برم. ساعت 2 شب می شود. اتفاقا بیادرهای هستش که اینجا ساعتهای 10 شب هم آمده اینجا به خاطر نوبت گریزه را طویل بده. گوی تلفیق از تمامی افغانستان اینجا گرده هم آمدند. از هر بخش، از هر ولایت و از هر ملیت و از زبان. از مرکز و ولایت ها همه شان صف طولانی بستند و در انتظار گرفتن پاسپورت هستند. برخشان از ساعت 9 شب تا حال که 3:40 صبح است منتظر هستند. همین 2000 ما از تقریبا 1 سال به این طرف روزانه صادر می کنیم، اما متقاضی های ما بیش از 8000 و 7000 و 6000 شده. و این دریچه دیگر برای بیرون شدن از افغانستان، فرودگاه کابل.
از میدانهای هوایی بیشتر به گونه رسمی خارج از کشور می روند. شاید تا ترکیه همین گونه باشد. اما از آنجا به بعد هنگامی که به یونان می روند و پس از آن خود را به جرمنی می رسانند باز هم قاچاقی است. اینجا آخرین مرحله دیدارشان با همبستگانشان است. شمار کسانی که از طریق هوا می خواهند افغانستان را ترک کنند به مراتب بیشتر از دیگر بخش هاست. اینجا لحظه هایی را گواست که تحملش شاید دشوار باشد. مدا با خانواده، دوستان و عزیزان. پسر 19 سالش که تازه از مکتب فارغ شده بود راهی ایران شد. بی امنیتی، بیکاری، بیروزگاری سبب شد که این بچه را روان کنیم به خیلی به طرف مسافری. اغمی رو رو لر مزوری تا سمانگم زرو منو وزا خیر ده مره کنشون بیلی چه ایزه جلای را دینشی. آمارها نشان می دهند که در 5 ماه پسین نزدیک به 270 هزار شهروند کشور از راه هوا افغانستان را ترک کردند. با کشورهای پزن امریکا می رود یا با دوبی می رود، از دوبی پزن با امریکا می رود. خب برای ما زیادتر میارشونه بی خودی دوبی است که به دوبی می رود، در اونجا پروازهای دیگه می کند. بر بنیاد این آمارها 157,653 نفر از فرودگاه کابل بیرون شدند و به همین گونه بیش از 70 هزار نفر از فرودگاه هرات، در حدود 12 هزار نفر از فرودگاه مزار شریف و بیش از 27 هزار تن دیگر نیز از طریق کندهار به بیرون از کشور رفتند. آمارها خودش نشان دهنده است که مردم در داخل افغانستان زندگی را بر خود نمی‌بینند، امید بر زندگی اصلا وجود ندارد، بعد هم از راه‌های مختلف مجبور به فرار میشن، از طریق میدان هوایی کابل، قندهار، از مرز تورخم، از مرز نیمروز، از مرز هرات، و از هر راه ممکنی که اینا برش وجود داشته باشه همگی در حال فرار هستند، به خاطر از اینکه آینده ای را پیش چشم خود نمی‌بینند. مشاور پیشین امنیت ملی که همه اطلاعات پیش چشم هست و افغان ها به طور واضح گفت، افغان ها توصیه ما به افغان هایی که در آلمان هستند، در اروپا هستند، در ایران و هر جای دیگه ای که هستند این است که بر نگردین به وطن، به خاطر از اینکه حداقل ما که همه اطلاعات پیش ما بود نمیفهمیم که فردا چی اتفاق میفته. جنگ داخلی میشه، انتحار، انفجار میشه. هر تنها در 5 ماه گذشته اضافه از شاید 500-600 نفر در حملات انتحاری کشته شدند. فقط در این مردم صف میکشن در صف پاسپورت. دیشب یک از دوستان من خودش انجینر بود و در کمپانی خارجی کار میکرد، چندین سال تجربه کاری داره، نصف شب ساعت 3 بجه شب نوشته که من در صف پاسپورتم و هوا سرد است، یخم زد و فردام امید ندارم که نوبت گرفتن پاسپورت ما میرسه. این نشان میده که اون جامعه اصلا در حال انفجار شدن است و مجراهایی که برای جلوگیری از این انفجار هم وجود داشته فعلا بسته شده. مردم نمیتونن در خیابان بیان علیه بیکاری، علیه ناامنی، علیه جنگ اعتراض کنن و راه فرار هم از طرف دیگه بر مردم بسته است. این گزارش فقط در داخل افغانستان نشان میداد، این که مردم میان در نیمروز و بعد وارد پاکستان میشن، بعد دست قاچاقبران میفتن، بعد دست دزداد داخل خود ایران میفتن و بعد مردم دستش قطع میشه، پایش قطع میشه به خاطر اینکه باید به دزدا پول پرداخت کنن. اینا اصلا در این گزارش ها انعکاس نیافته و بعد باز هم این نوع گزارش ها شدید نیاز است تا اینکه بیدار شون اونایی که به نام وزیر مهاجر است یا هر کسی دیگه، ببینن که سر افغان ها چی بلای میآید. رضا، به خیلی نکته با اهمیت و با همین جواب قول بدیم که در برنامه های بعد به تفصیل راجع به این باید صحبت کنیم. کلن چیزی که تبلیغات جمهوری اسلامی اساساً بر سر اینه که اینها اومدن و کار کارگر ایرانی رو دزدیدن، این تمام چهره‌ایه که جمهوری اسلامی از مردم افغانستان میخواد نشون بده. اینا قاچاق چیان، دزدن، به نوامیس ما تجاوز میکنن، در حالی که یک بخش از همین فرار مسئول سیاست های خود جمهوری اسلامی. اما رضا، دوست عزیزی برای ما یک پیام فرستادن از طریق تلگرام و من همینجا از همه شما عزیزانی که صدای ما رو میشنوید و تصویر ما رو میبینید میخوام که از طریق تلگرام، آدرسش هم اون زیر نوشته @tv با هم
برای ما پیام بفرستید. این یک نمونه از اون پیام هاست که ما واقعا دلمون نیومد یک ثانیهش هم حذف کنیم. پیام فوق العاده گرچه طولانیه ولی پیام فوق العاده، یعنی نشون میده در چه وضعیت واقعا فاجعه باری پناهجویان و مهاجرین افغانستان. ما هم انتظار داریم که مهاجرین افغانستانی خودش، هیچ کس نمیتونه بهتر از خودش وضعیتش را تفسیر کنه. این دادخواهی باید از زبان خود مهاجرین افغانستان باشد. میشنویم، گوش میدیم به این پیام. نباشید بر برنامه با هم بودن و مجری برنامه آقای سیامک بهاری و برادر عزیز ما رضا رضوانی. من علی نظری هستم، متولد ایران تهران و من چندین خاطرات بعدی داشتم از ایران، خاطرات خیلی زیادی داشتم از ایران و نه یکی دوتا، چندین خاطرات داشتم. تنها یه خاطره که همیشه تو ذهنم باقی میمونه، همیشه تو ذهنم هست، هیچ وقت از ذهنم پاک نمیشه، این بود که ما یه 7 سال مستجر بودیم، مستجر بنده خدایی بودیم در تهران و بعد چند وقت ما رفت آمد داشتیم با مستجر، ما میرفتیم میامدیم، ایشون میامد خانه ما و بعدش ما با غم و شادی هم دیگه شریک بودیم. و بعد چند سالی که گذشت ما پیشنهاد با خانواده ما گفتیم ما میخوام با دختره صاحب خانه ما ازدواج بکنیم. خانواده ما گفتن باشه، ما بریم با صاحب خانه حرف بزنیم. صاحب خانه ما گفتن باشه، ما مشکلی نداریم، اشکال نداره، بالاخره ما شما رو میشناسیم، چندین وقته که شما اینجا مستجر ما هستیم. و بعد از این حرفا ما بعد چند وقتی ما میخواستیم بریم بیرون یه جایی بشینیم با هم دیگه حرف بزنیم، گفتیم بریم راجع به آینده و ازدواج حرف بزنیم، راجع به زندگی حرف بزنیم. ناگهان ما رو داخل خیابون پلیس های ایران، مامور ایران ما رو گرفت، همونجا ما رو دستبند زد، گفت به چی عنوان یه افغانی اومده با دختر خانم ایرانی راه میره. ما اونجا اصلا با ما محال نداد که ما حرف بزنیم، همین که میخواستیم حرف بزنیم چک و لغتی هم اینجوری ما رو میزد، همه که جلوی جمعون همه مخلوق جمع شده بود، هیچی دستبند زد ما رو، اصلا نمیدونش که ما حرف بزنیم، ما میخواستیم حرف بزنیم یه لغت یه چکی ما رو میزدش. و بعدش ما رو برد داخل کلانتری، همین که از در کلانتری وارد شدیم جناب سرهنگ نشسته بود اونجا، یه تیکه هم به ما انداخت و گفت این چندین افغانی است که ما آوردیم امروز داخل کلانتری. و بعد با نشستیم ما اینجا حرف زدیم با جناب سرهنگ، گفتم بابا ما کدام خدا نخواسته ما کدام کار خلاف نکردیم، ما فقط آمدیم با هم حرف بزنیم، ما مستاجری ایشان هستیم و ما چندین وقته که 7 ساله که ما مستاجری هستیم. گفت نه چرا، یه افغانی اومده با یه دختر ایرانی را میگه، چرا؟ یا اصلا امکانش نیست، به چی عنوانه؟ یا اصلا کار خلافه، اصلا کار غیر قانونیه. ما گفتیم بالاخره درست ما افغانیستیم، بالاخره ما هم انسانیم، هر کاری کردیم حرف زدیم اونجا نشه. گفت نه شما باید اینجا باشین. ما گفتیم باشه، حالا ما چه کار باید بکنیم؟ بعد چه با ما از دخترها پرسید، گفت شما مدارکتون پیش است. بعد دختره گفت این کارت ملی من شناسنامه شما اونجا گذاشت، گفت اینجا بذار باشه و میتونه خودت بری. این پیام نشان میده که وضعیت در داخل ایران از چی قرار است، برخورد نیروی انتظامی با مهاجرین چگونه است و بعد چقدر تحقیرآمیز است و این رفتار تبعیض‌آمیز سیستماتیک و دولتی است. و حالا رضا من یه پیشنهادی دارم، ما این پیام رو دوباره پخش کنیم در برنامه دیگه‌ای، الان فرصتش نیست. قول دادیم و گفتیم که یک ثانیه‌اش هم حذف نمی‌کنیم، واقعا همینطوره، ولی نکات زیادی تو این هست و وقت ما هم متاسفانه رو به اتمام میره و همینجا یک بار دیگه من از شما میخوام که همین پیام رو که شنیدید، دیدید که یک جوونی که خودش میگه من متولد ایرانم به همین سادگی، ولی از کمترین حقوق به عنوان یک شهروند برخوردار هست، این پیام رو بشنوید، شنیدید ببخشید. و ما تصمیم گرفتیم به اتفاق همکار عزیزم رضا رضوانی که این پیام رو مجدداً در برنامه دیگه مستقل پخش کنیم و با جزئیات بیشتر راجبش صحبت کنیم و یواش یواش هم باید ما از خدمت بینندگانمون مرخص بشیم. فراموش نکنید که آدرس ما در تلگرام است @tv با هم، پیام های نظیر این پیام عالی دوست ما با ما بفرستید و ما در برنامه با هم نشر میکنیم. با هم صدای دادخواهی شماست. خب عزیزانم به پایان این برنامه رسیدیم، ممنون از شما که بیننده این برنامه بودید و وقتتون رو به ما دادید که برنامه رو ببینید، با هم رو به اطلاع دیگر دوستانتون برسونید. منتظر تماس ها و پیام های شما
عزیزان هستیم.